همینطور که میدونیم بازداشت های گسترده ای بعد از ترور هنیه صورت گرفته، فکر کنید نه چه تأثیری بر ساختار امنیتی اطلاعاتی رژیم داره و چطور این اقدامات بر روابط بین المللی و داخلی ایران فکر میکنید چجوری تأثیر میذاره، چه تأثیری میذاره؟ بله، گزارشهایی داریم که به حساب بوده 20 نفر تا 30 نفر از عوامل امنیتی و اطلاعاتی رژیم که با محل به حساب اسکان هنیه ارتباط داشتن دستگیر شدن. این افراد شامل افسران ارشد اطلاعاتی، مقامهای نظامی و کارکنان اون مهمانخانه هستند که هنیه توی اون اقامت داشت. نیویورک تایمز در گزارشی روز 13 مرداد نوشته که صبح بعد از انفجار مأمورین امنیتی با یورش به این محل تلفن‌های همراه و وسایل الکترونیکی تمامی کارکنان رو توقیف کردند. عده‌ای هم بازداشت شدند که بعد همین گزارش اشاره به نقل از منابع محلی اشاره میکنه که میگه سپاه پاسداران بر این باوره که اعضای تیم موساد در بدنه دستگاهشون نفوذ کرده و این ترور هم توسط اون انجام شده. اما به رغم هر ادعایی که دستگاه اطلاعاتی سپاه داشته باشه و هر تبلیغاتی که از طریق صدا و سیمای رژیم منتشر بشه، نفس همین دستگیری ها و بازداشت افسران ارشد اطلاعاتی و نظامی نشون دهنده دستگاه پرشکاف اطلاعاتی رژیمه. علاوه بر اون دستگاه عریض و طویل وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران اومده 3 دستگاه اطلاعاتی جداگانه برای خودش درست کرده که این دستگاه ها مثلا مکمل هم باشن، اما اینطور نیست و هر کدومشون ساز خودشونو میزنن. به همین دلیلی که به روشنی میشه ضعف ساختاری این دستگاه امنیتی رو دید. به همین دلیل ضعف ساختاریه که زمین ساز انواع نفوذ جاسوس ها از کشورهای مختلف توی این ارگان امنیتیه. خب طبعا اولی واکنش رژیم به این ضعف همین دستگیری های کورکورانه و فلهیه. این که سوال کردی این دستگیری ها چه تأثیری روی مناسبات داخلی و بین المللی رژیم میذاره، باید بگم که در عرصه داخلی اولین تأثیرش روی پرسنل امنیتی و نهادهای خود رژیمه که هیچ احساس امنیتی دیگه ندارن و هر فردی احساس میکنه که ممکنه هر لحظه قربانی این سیاست های امنیتی بشه. در عرصه اجتماعی هم ضعف رژیم بیش از پیش برای مردم آشکار میشه که چون هیچ شفافیتی هم برای رسیدگی به چنین پرونده هایی وجود نداره، خب میتونه منجر به افزایش اعتراضات و ناآرامی های اجتماعی بشه. اما در عرصه خارجی و بین المللی تأثیر این دستگیری ها خیلی بیشتره، چون بازداشت های گسترده نشون دهنده بی‌ثباتی و عدم امنیت در سر تا پای این رژیمه که حتی در امنیتی ترین نهادهای اون این اتفاقات میفته. خب این موضوع و چنین شکاف های مهمی موجب رو شدن این ضعف های ساختاری رژیم برای طرف های بین المللی هم میشه که شده، که همین عامل میتونه فشارهای بین المللی از جمله تحریم‌های جدیدی رو براش ایجاد کنه. طبعا خامنه ای و رژیمش سعی میکنن با تبلیغات وسیع و قدرت نمایی های پوشالی با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه دارن، اما وقتی که در همه زمینه ها پایه های این سیستم رو موریونه خورده پوک شدن، خب این قدرت نمایی پوشالی هم نمیتونه کمکی به بقای اون بکنه و سرنوشت محتومشون که همون نابودی سرنگونی در تقدیره.